همکارم شبنم آذر هم اینجا با ماست. شبنم، امروز هم مراسم 40می داریم که برگزار میشه در ایران، از اونها برامون بیشتر بگو. همطور که گفتی فراخوان‌های خیلی زیادی منتشر شده مبنی بر اینکه از مردم دعوت شده که خانواده‌ها رو تنها نذارن در این مراسم ها حضور پیدا کنن. خب کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که در واقع دوست داشت مهندس روباتیک بشه و نیروهای حکومتی جانش رو گرفتن، بسیار ناعادلانه و وحشیانه حمله کردن و خودرویی که خانواده درش نشسته بودن رو در ایزه مورد هدف قرار دادن و این کودک هم کشته شد و پدرش به شدت زخمی شد. پدرش تا همین دو روز پیش نمیدونست که کیان کشته شده و در بیمارستان بود. خانواده‌اش، مادرش الان در واقع در فراخوانی خواسته که مردم در مراسم 40مش که امروز حضور پیدا کنن. در روزی که کیان کشته شد، 7 نفر کشته شدن و خیلی ها مقایسه میکنن آنچه که به ایزه گذشت در 25 آذر با آنچه که در نیزار ماه شهرسال 88 اتفاق افتاد، به خاطر اینکه در واقع شهروندان معتقد هستن که هدف جمهوری اسلامی از این حمله خصمانه و مسلحانه به مردم معترضین بوده که بخواد رو به وحشت ایجاد بکنه. با این حال در ایزه همچنان میبینیم که اعتراضات ادامه داره، مردم به شدت مقاومت میکنن. و درباره کیان پیرفلک اینو میتونم بگم که نه تنها کیان، بلکه اشرف نیکبخت 45 ساله، آبتین رحمانی 13 ساله، علی مولایی و رضا شریعتی و افراد دیگه هم اون روز کشته شدن. علاوه بر این افراد، امروز مراسم آرام حبیبی و شاهو بهمنی هم در سنندج برگزار خواهد شد. اونها هم با شلیک مستقیم کشته شدن در اعتراضات و شاهو بهمنی در روستای تازآباد و آرام حبیبی در بهشت محمدی قصه 12 مراسمش هست. خانواده ها فراخوان دادن و درخواست کردن. علاوه بر خانواده ها، بسیاری از گروه ها هم فراخوان دادن که در این مراسم مردم حضور پیدا کنن. ما میدونیم که این مراسم همشون در واقع محل شده برای اعتراض و تجمع. اتفاقا سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به اینکه میبینیم تو هر مراسمی فضای اعتراضی دیگه ای شکل میگیره، اهمیت این مراسم چیه؟ خب اولین اهمیتش تکثیر شجاعته. در واقع کسانی که شجاعانه رفتن مبارزه کردن برای آزادی، برای تحقق خواسته هاشون، برای مطالباتشون و کشته شدن، در واقع یک جور فرایندیه که نشون میده که تا چقدر خصمانه جمهوری اسلامی با کسانی که حتی با یک بچه 17 ساله برخورد میکنه، با یک دانش آموز برخورد میکنه. مثل پابندی که الان هم خبرش رو خوندی که یه بچه 17 ساله بود، بچه‌ای که در واقع کودک کار بود و از طبقه اجتماعی بود که مجبور بود این بچه تو این سن کار بکنه و در اعتراضات کشته شد. نشون میده که تا چه اندازه در تمام قشرها و لایه‌ها در واقع اینها پراکنده هستن. این افراد در همه شهرها دارن اعتراض میکنن. میبینیم که هر روز هر یک شهر حداقل درگیر مراسم ها هست، چه خاکسپاری ها، چه لوم و هفتم، چه سوم، و اینها نشون میده که در واقع چقدر گسترده است طیف اعتراضات و یادآوری میکنه که برای اینکه این افرادی که الان زیر خاک هستن به رویاشون که همون رویای آزادی بود برسن، چقدر مردم باید همچنان مقاومت کنن.